با سلام و وقت بخیر خدمت همراهان و مشتریان گرامی پیج و کانال پویشگران، در خدمت شما هستیم با آموزش بسیار خوبی در مورد ساختارهای بی ربط با دفینه که در آموزش‌هایی که در اختیار دوستان و مشتریان قرار دادیم این دوستان دیدن این بحث رو و این موضوع رو، ولی برای دوستانی که این آموزش‌ها رو نداشتن یا از مشتریای قدیمی ما بودن و در این مورد اطلاعی نداشتن، می‌خوایم این مثال رو ارائه کرده باشیم و در موردش هم توضیح بدیم. ببینید دوستان، در دنیای کاوش ما ساختارهایی داریم که در زیر خاک وجود دارن، ساخته و پرداخته دست بشر هستن ولی هیچ ارتباطی به بحث دفینه ندارن. منظور چه ساختارهایی هست؟ ساختارهایی مثل پی یک ساختمان، پی یک سازه، بخش تخریب شده یک، حالا مثلا برج دیدبانی، یک آتشکده‌ای که به مرور زمان خراب شده و از خاک پر شده، محل سکونتگاه، سکونتگاه بسیار قدیمی که بشر اونجا سکونت داشته، مثلا پای قارچه ها، پای غارها، پای دیوارهای صخره‌ای و هر چیزی که میتونست سرپناهی باشه برای بشر. بشر خیلی قدیم 4000 سال، 8000 سال، 5000 سال پیش استفاده میکردن، ولی به مرور زمان از خاک پر شده و از اونجایی که این خاک هیچ وقت نمیتونه فشردگی خاک در واقع بکر چندین میلیون ساله رو داشته باشه، بنابراین همیشه متفاوت از خاک زمین، یعنی زمین بکر دیده میشه این فضاها. ما به اینها میگیم ساختارهای بی ارتباط با دفینه، مثلا پی یک سازه همونطور که عرض کردم. نشان و علامت این سازه ها و ساختارهای بی ارتباط با دفینه این هستن که به هیچ عنوان ساختار منطقی و منظمی ندارن، مثل همین شکلی که الان شما دارید میبینید. مثلا اینجا شما نمیتونید من بگید که اینجا من قبر دارم، نمیتونید بگید اینجا من یک اتاقک دارم، چون یک بخش اینجا وجود داره و یه دفعه ادامه پیدا میکنه میاد اینجا. از کناره ها هم که نگاه میکنید میبینید که ارتفاع و در واقع بله بسیار مناسبی نداره. دومین موضوعی که معمولا با ساختارها ما سر و کار داریم، همیشه نیست، این قانون نیست، ولی داریم، پیش اومده، مثل همین مورد. زمانی که شما یک حفره‌ای دارید، یک پلمب دارید، یک اتاقه که درستی دارید که مرتبط با دفینه هست، وقتی اینترپولیشن رو میزنید اون ساختار زیباتر میشه. ولی زمانی که شما ساختار بی ارتباط با دفینه دارید، یک بار اینترپولیشن که میزنید تصویرتون بدتر هم میشه، یعنی اون فرم نصف و نیمه اولی خودش رو هم از دست میده. خواستم این رو تاکید بکنم که برای دوستانی که میگم نداشتن این آموزش رو، از مشتریان قبلی ما بودن، قدیمی ما بودن و در مورد این ساختارها اطلاعی نداشتن، حالا در ادامه مواردی که از این حفاری به دست اومد و خدمت شما عرض بکنم، ولی بدونن که قرار نیست هر جا شما رنگ آبی دیدید، هر جا شما یک فضای حفره مانندی دیدید، این ربطی به دفینه، ربطی به اتاقک، ربطی به یک ساختار پلمب و هر چیزی شبیه به این داشته باشه. این رو گفتم که حتما در جریان باشید. حالا با هم نتیجه کاوش در این مکان رو مشاهده خواهیم کرد.